دعوای بر سر آب زاینده رود برای مردم و به ویژه کشاورزای اصفهان یک گرفتاری لاینحل بود. این نزاع گاهی وقت‌ها در سطح خود مردم بود و گاهی هم به حکومت می‌رسید. بالاخره شاه عباس چاره راه رو در نبوغ و مهارت شیخ بها دید و ازش درخواست کرد تا با حکم خودش قائله رو فیصله بده. شیخ بهایی جریان آب زاینده رود رو با توجه به محاسبات خیلی دقیق به 33 سهم تقسیم کرد، به نحوی که هر سهم معادل 5 شبانه روز آب برای هر محله باشه. گفته میشه محاسبات ایشون انقدر دقیق بود که به صورت کاملا عادلانه به هر کوچه و زمینی آب مورد نیاز میرسید و دیگه دعوا و نزایی در کار نبود. این محاسبات در توماری به نام تومار شیخ بهایی به ثبت رسید. امروزه با نصب دستگاه‌های آبسنج در نقاط مختلف زاینده رود به همون نتیجه‌ای رسیدن که ایشون در حدود 450 سال قبل رسیده. بهاءالدین محمد معروف به شیخ بهایی از بزرگترین دانشمندان ایران در عصر صفویه بود.